چطوری؟ چرا جهره صوت بلند شده؟ من؟ آره عشقا انرژی میدن راه دور قدیما یاد ولی این لایک نمیدم بالا سینا چقدر آروم بود بسته داشتر نمی اومد من راستیتش خیلی آدم خجالتی بودم من بالا خجالت بوده هنوز کابوسه برام ویدیوی اولی بزنم بچه ها میتونن نمیدن اولین ویدیویی که سینا اومد توی ویدیوی من در بود چی بود؟ چی بود؟ راه نمایی میتونم میکنم ویدیوی بازی بود خیلی خنده داره اگه توزی پیداش کنید ببینید بخندید پرایوتش که نکردی بعضی موقع میره یا سایی چیزایی که خودش توش زایه بوده از تو کانال من پرایوت بکنه yes. من که 900 تا 1000 تا اینا ویدیو دارم yes. بعد نمیفهمم که yes. آره. من این ویدیو رو با 60 هم لایک میکنم شما 60 تون لایک میکنید آیا؟ نه اصلا نگفتیم این ویدیو چیست؟ نه البته که شما میدونیم چیه اومدیم که جنجل. بله یه دونه کوشن ماکس گذاشتم و قرار بود که به حسی از سوالات و سوالای جدیدتون که تا هم انجام دارم و جواب بدم اونی که سریال میخواید بفهمید جوابش چیه خدا من حساب کنید آره بریم که داشته باشیم که یه پیشی دیگه میگیری پیشی یه با گریه سینا خیلی علاقه منده که یه دونه گربه دختر نارنجی گیاره خب اسمش هم فیفی بود چی بود؟ فیفی اسمش هم انتخاب کردی فیفی بعد ولی من میترسم مایکی ناراحت شه به درک مهم اینه من خوشحال شم مایکی مهمتر است به درخ مهم اینه که من خوشحال شم تو خوشحال شی خودیفه هم خوشحال شه خب ببین میدونی چیه من توضیح نده بابا این بچه جایی که بیان مایکی گوشه‌گیر بشه افسرده بشه یه این که اومده من دیگه دوست داره اینو دوست داره اینو دوست داره من نمیشه حقیقته درخت بعد میدونی چه دختر میخواد چون میگه که مایکی تو رو بیشتر دوست داره چون پسره بعد یه دختر میگه منو بیشتر دوست داره تو انسان هم اینجوری مثلا دختره بابایی معمولا اینجوری هم گربه هم اینجوری هم شاید باورتون نشه واقعا گربه اینجوری مایکی هم خیلی بیشتر دوست داره چیکار کنم بذار فیفی بیاد بهتون میگه نمیشه سلام خودم من سوال ندم خواهر من عاشق اسمش سباس و 9 سالشه امیدوارم که این مسیج رو ببینی سلام سبا جون منم تو یه فکتی میخوام بهتون بگم میدونم میدونی برای سبا حتی نمیدونی و کل خودتم چه ما میفهمیم که شما سابسکرایب کرد یا نه من خودم تازه فهمیدم یه دونه چیزه تو یه دونه حالت اپتورو هستن که مثلا تو موزیلا و اینا میره بعد اون اصلا تو توپ بادی توپ بادی آره همون بعد میری تو سابسکرایب ها مثلا یه علامت میزنی که الان اینجا میری میزنی که ببینیم کیا سابسکرایب کرده من نمیدونستم ببینم سابسکرایب کرده بچه ها بلاکتون میکنم این چیزی میزی رو میکشیم بلاکتون میکنم یه نتونید ببینید آره خلاصه حواستون باشه اگه وضع ایران خوب شه برمیگردم نپر آف کورس نپر دیوونه همه ای برنگردم همه برمیگردم خیلی برام عجیبه اینو زیاد دیدم مثلا همه میپرسم واقعا آخه میدید چه یه تصوری هست فکر میکنم از سر شادی پا شده من لط اومدم مثلا کشور دیگه زندگی میکنم نه دوست عزیز نه عزیزان من نه قربه کنم آخه دوید ترکیه که هیچ مثلا تو بگو یارو ایرانی پا شده رفته مثلا میامه اشغال سنگی وقتی همون اشغال سنگین رو تو ایران تو کشور خودش بکنه مگه دیوونه است؟ دیوونه است به مامانش اینجاست باباش اینجاست کشور خودشه زبان خودشه سلام عباس آقا تموم شد اصلا من خیلی تنگ شد برم تو سوپرمارکت فارسی حرف بزنم واقعا به اصلا میگه آره اصلا عباس آقا این ماستاتون تازه است مثلا عباس آقا مثلا سوپرمارکت نه بقالی برمیگردیم بچه بقالی زودی منتظر باشید برمیگردیم حاجی این مامانه حاجی حاجی به نظرت عاشق شدن سن کم بده اوه عشق شرط میکنی ببین نوری کردم شستم من تیزی شب تو چشم خودم همون شستی که لایک نمی کنی میرو تو چشم تو بدان جواب بدم ببین تو سن کم آدم طبیعتا عاشق میشه ولی خب اینا میشه تجربه مثلا اصلا چیز بدی نیستش اولین بار عاشق شده تجربه آدم کسب کنه میدونی که باید تو رابطه چجوری رفتار بکنه میدونی خیلی چیز آدم میفهمه خیلی چیزای جدیدی درک میکنه که از آن بعد نیستش ولی خب خودتون رو اذیت نکنید تو رابطه اصلا اینکه مثلا تو سنه که همایی که دوست بشید و خیلی مثلا دوستش احساس بود خیلی دوستش دارین اینو بدونین که چند سال بعد طرز فکرتون فرق میکنه و میفهمین که اشتباه میکردید ولی خب تجربه است ولی خودتون سخت نگیرید و خودتون رو اذیت نکنید من خواستم چیزی جواب خودم تعریف کنم نمیدونم چرا؟ چون بچه لایک نمی کنم با شستم رفت تو چشم من بچه بودم موقع اینستاگرام که نبود فیسبوک هم نبود گوشی بعضی ها گوشی اصلا گوشی ها بچه ها ساده بود فقط اسمس میزدیم بعد بابا خیلی میسازم بعد با یکی دوست شده بودم اصلا فقط
تلفنی آره. بعد کلا تو شش ماه یه بار دیدمش، خب خیلی هم زشت بود. تو هم من تجربه مشابه داشتم. نه منم بودم. یعنی یه جوری بود که حالا حرفم شاید بد باشه، ولی روز اول میدیدم عمره اصلا دو روز هم باش دوست نمیشدم. بعد باش دعوام شد به هم زدم و اینا نوراحت یه بار دیدمش اصلا نیم همینه واسه هم میگم چیز زد. البته الان خوب خیلی روابط پیش رفته، هم اینستاگرام هست، واتساپ هست، فلان هست، ویدیو کال هست، ولی فرها به خود من یه چشی ویدیو رو ادامه میدم. واسه سال بعد هالووین مشتی برامون درست کن خدای عاشق هالووین هم مثل خود امیدوارم سال بعد هالووین ایران آزاد باشه. بچه ها اون ولاگ ساپانجا رو که گذاشتم توش دارم میگم آره امسال هالووین میخوایم بهتر کنیم، چون مال شهریور بود. بعد همون اومدم خونه رفتم توی علی اکسپرس کلی چرت و پرت سفارش دادم، از آمازون کلی چرت و پرت سفارش دادم، کلی دکور، کلی کاستوم فلان بیزار اینا. بعد این اتفاقا برای ایران افتاد و متاسفانه ما کسایی شوق حال هواشو نداشتیم و هیچ وقت فرصتش نشد دیگه. امیدوارم که سال دیگه برگردم ایران، ایران با هم دیگه دور هم جشن بگیریم. شبیه نقی معمولی شده یه لامپی حست به فنهاد لاب لاب تو حرف نزدی. من خیلی حرف میزنم اتفاقا. این هم هم یه عشقای من خیلی عشقای من اصلا دختره خیابون رو میگم. نه مجرد فن پیج خوتی فنما رو میگم. فن پیج واقعا دوستتون دارم. این چند وقت هم نبودید، خیلی هاتون نمیدونم هنوز هم نیستید و خیلی احساسه مثلا قربت دارم. میرم تو اینستاگرام مثلا میرم تو تگا میبینم ای بابا هیچکی نیست، مثلا یکی دو تا پست بیشتر نیستش و یه حسه خیلی بدی میگم. همیشه مثلا میبینمتون، مثلا پستاتون رو میبینم، مسیجاتون رو میبینم، خیلی خوشحال میشم. خیلی خوشحال میشم و واقعا دوستتون دارم و دمتون گرم که همیشه منو ساپورت کردید. قلبشون آره همو قلب قلبی چشمی کاشانی. آقای کاشانی، آقای سینا قابل تعامل. یه بار دیگه گفته چطور سینا تعامل داشت دعوا داری؟ آقای دیگه چرا؟ قابل تحملم، فکر کنم قابل تحمل نیستم. با بدبختی، با عشق تحملش بکنم. آقای کاشانی، نه تو قابل تحملی. همین رو میخواستی بشتم، من قابل تحملم زیاد. من آدم صبورم بچه. قابل تحملم، دشمن دارم. تاریخ دقیق عروسیتون کیه؟ بچه ها میبینم که الان بالا پایی میکنه خیلی کنجکاوی هم بنوشتن چرا عروسی نمی کنی؟ شما بگی تاریخ عروسیتون چیه فلان. بابا ولمون کنید بابا من خودم چجو مثلا به عروسی فکر بگم استرس بگیرم. یعنی چی؟ اصلا این برزم خوب نیست. عروسی چی؟ اصلا هم چه باید عروسی بگیرم؟ خط نه ولی واقعا بدم یه مراسم یه جوره. نه من واقعا بچگی هم بدم میام. ببین چرا مثلا میدیدم عروسیه میگفتم رو این هوا پول داده اینا مثلا لاشخور دارن غذا میخورن. چرا مدام پول اینا اشغال پول دوست. و این که میگم بچه‌ها چون من تازه عروسی نرفتم مثلا شاید 10 سالم بوده مثلا 12 سالم بوده. بعد بگو اون بچه 12 ساله شده این و فکر میکنه تاریخ دقیق عروسی. حالا اصلا کلا من خودم هم اینا نیستم که مثلا دوست دارم لباس عروسی بپوشم. استرس میگیرم میدونی. من کاراکتر ویدیو اوله هم بود ببینی اونجوری میشه نمیذاره حرف بزنم. حرفی نمونه، تاریخی نداری. همین من خودم کلا دوست دارم مثلا عروسی بگیم لباس عروسی دارم بپوشم. من کاراکترم دارکتر از این حرفاست که دنبال عروسی و اینجوری داستان باشه. چه آهنگ بود ده 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 این مال ایدیس. آره اینجوریه دوست دارم. اولین تصویر بابا مفید زدی. اولین تصوری که از سینا داشتی ببین روز اول که من سینا رو دیدم فهمی که این پسرای عوضیه. این پسرای که دهتا دوست دختر دارن. کاشانی میدونه. کاشانی میدونه اینا که دهتا دوست دختر دارن و همه رو انگشتشون میچرخونن و اینا. بعد تازه ما چون اول با همجوری همجوری فقط دوست عادی بودیم دیگه. بعد بعدا که رفتیم یه ذره جلوتر و اینا دیدم نه بابا بچه خوبیه، صاف و صادقه، قابل تحمل. آقای کاشانی کاشانی ببین بسوز خلاصه که اینجوری شد که الان اینجاییم. خودت هم سریال ونزدی رو دیدیم؟ دیدم قسمت آخرش ندیدی باره. قسمت آخرش رو نذاشت ببینم. آخر منظرم آخرش واقعا اونی که دیدم بهم میگه آخرش یعنی 13 تا قسمته آخرش خیلی شل شد. حالا اونو ولش کن. بچه یه آیدیا دارم، میخوام تینگو درست کنم. تینگو دسته
نظرتون چیه درست بکنم؟ چجوری میخوای اگر... دست من مایه نذارم حالا برای دست خودم نذارم اینجوری میکنم شاید کاسوم بنزه هم سعی کردم درست کنم چون کرکترش بهم میاد او راست مثل خودش لباس هم همش بشکیه بچه ها اگه دوست دارید این ویدیو لایک کنید اگه دوست دارید خارجی دیگه بچه ویدیو لایک کنید من این کار رو بکنم دیگه خودم خیلی خوشم میاد که سعی بکنم به تو هم این کار انجام بدم بچه اونایی که رشون میگیرن و مسخره نکنه من چند بچه دیگه دیدم رش میگیره و مسخرهش میکنه اینا خارجی نیست اینا رشون میگیره سخت داره اصلا خارجی نیست اصلا خارجی نیست چطور رفتی ترکیه با چقدر پول با اینقدر پول ببینم بذار میگم من دنبال دانشگاه خارج هی خارج 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 بعد یهو زرت دانشگاه اونگوزمایس قبولی بفرمایی اینا و من رفتم خودتر رو پاپا بیا ببین اینجا عشق و حال دانشگاه محترم بعد واقعا شهریه اونجا خیلی کم بود نسبت به ایران خیلی کم بود موی مایک بود و گفتم خودتر بیا 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 بعد اومد دیگه درس نخونیم موندیم دیگه کلان ترک تحصیل کردیم آخه یارو سرم کلا گذاشت آره دیگه اول گفتش انگلیسی میشه خب بعد اوکی بعد رفتم تو دانشگاه محیط و اینا این وسط واسطه بود و گفتمش نه اول باید یعنی بری تومر تومر همون آیلتس ترکیه بعد اوکی دیگه الان ترکیه یاد میگیرم خوبه بعد رفتم ده اوف 8 صبح تا 4 بعد از ظهر هر روز پاره شدم آه. بعد دیگه رفتم گفتم بابا ولم کن چند تا من اولش گفتم ولم کن چند تا آدم مدرک لازمه آدم میمیره من خواستم تن سالم باسواد رو کجا بذاره من باسواد الان مثلا من باسوادم چیزی شده خیلی زندگی تو ترکیه سخت یا ایران ببین ایران الان واقعا میگم شرط سخت الان ایران چه اصلا تای جدونه واقعا نازم اقتصادی که کلا داغونه شرایط دیگه قوانین و نمیدونم فشارهایی که رو آدم ها هست و توی ذهن آدم ها دختر ها پسر ها همه میدونم واقعا خیلی بده اصلا سوال اشتباهی مثلا ولی حالا اگه شاید ایران قبل نبود حالا مثلا میگیم یه ذره بهتر بود و اینا با ترکیه بخواستم مقایسه مثلا شرایط چه میدونم که ایران رو مقایسه کنم که یکم بهتر 58 قبل نه اون موقع که عالی بود دیگه اسکول بودم نه واقعا ایران خیلی شرایط بده میدونم واقعا زندگی تو ایران خیلی سخته ولی خب زندگی توی کشور تمور کنید ردیف پیشه بچه توی کشور غریب هم زندگی کردن واقعا سخته الان مثلا ما میریم یه جایی رو میگه یا بانجی واسه تا حساب باز نمیکنم یا بانجی یعنی خارجی میدونی چی میگم آدم یه حسه بدی میگه چون کشور خوش در صورت نیست یه سوار تاکسی شده بودیم یارو هی میگه شما ایرانی ها اینجا چی میخواین شما یا بانجی ها اینجا چی میخواین نمیدونم فلان اینا در حالی مثلا میدونی چی میگم مثلا چه آسیبی داریم بهشون میرسونیم ولی خب یه رفتار بدی آدم از موقع میمونه که حسه بدی میگیره ولی خب مسلمه میدونم زندگی تو ایران خیلی سخته حق مسلمه ماست خودتو تو سه کلمه توصیف کن تو هم تو سه کلمه توصیف کن خنگ دیگه خنگ نه خنگم نه تو دانایی خنگ مغرور بی اصل نه نیست میگم مغرور نه هنگ بود مغرور چی بود نه مغرور نیستم نه میدونم علی چی میگم اون هنگی چی بود نمیدونم. نه هر کوبلتی است. نه واقعا تو نه مهربون واقعا چی هستی زیادی. راستی کردم. بس خلاص من میگم بچه شما تو کامنت ها بگید. آره دیگه بچه‌ها بگن دیگه. من چرا بگم؟ حالا خودم بگم. خود از خود میخوای تعریف کنی؟ نه تعریفم میگم. جذاب لعنتی. خسته؟ اوه راست خیلی خسته. چی؟ یه نمه. یه نمه دیوونه. یه نمه هومی. اوه اوه همش گونه است بابا مگه میشه قشنگ مایک یعنی گربه است دیگه گربه ای سه گربه و دلنازک آره اینم هست آره الان اینجوری کنم گریه راست میگه خوب گفتی ها قشنگ معلوم فکر کردی ها نه همین الان بزنم نه الان فکر کردی ها چیزایی که الان خودم میدونم من مقرور جذاب لعنتی ستا این هنگه این بود من ستا بله بایسته از نظر تو بهترین اختراع 50 سال اخیر چی بوده؟ 50 سال گوشی؟ یوتیوب؟ نه گوشی، واقعا گوشی. گوشی؟ واقعا گوشی. اون گوشی نبود ما چیکار می‌کردیم؟ اینترنت کیز اختراع شد. اینترنت. خب حالا اینترنت باشه، گوشی نباشه، می‌خوای چیکار کنی؟ می‌خوای بری واسه قدیم فیسبوک اینجوری. گوشی نه گوشی. گوشی واقعا گوشی. گوشی هوشمند یعنی. نه گوشی عادی، گوشی هوشمند نظرم بهترین اختراع 50 سال اخیر بوده. آقا یه خودم میده کردم
اسم منم خوتنه. سلام خوتن. چند تا خوتن داریم؟ واقعا چند تا خوتن دارم. اولی بار من گفتم اسمم خوتنه، فکر کنم اسمو گرفته. بعد یادم میرفت واقعا. بهش گفتم سوسنیته. واقعا یادم میرفت. چه یادم انداختی؟ سوسن میش گفتم. گفت سوسن. آقا چی مثلا سلام من خوتنم. بعد میره. تو شو یادتون میمونه؟ آره بچه‌ها هم یادشون میاد. بچه‌ها اسمشون خوتیفمه. چطور بعد خوتن یادشون بره؟ آره دیگه. آره. به خدا. تو خیلی چیزی. خیلی بی‌حافظه ای اصلا کلا. خلاص بچه‌ها. خلاصه که لایک کنید دیگه، زنگول بفشار، بله ساب را بفشار و و امیدوارم که بیوتیفول کامنت باز شد، جذاب مغرور لعنتی به انگلیسی بنویسید. تمام شد؟ زیاد تمام شد. امیدوارم که بچه ها سال دیگه هالووین همین جمع کف تهران جشن بگیریم به امید اون روز. مرسی که ویدیو نگاه کردید بچه‌ها. تا ویدیو دیگه خدا.